به تازگی مشخص شد که فیلم اونجرز 5 ویلنی جدید داره، دکتر دوم، با بازیگری تونی استارک، یعنی رابرت دانی جونیور. پس کلی تئوری از کمیک‌های مختلف تو ذهن مردم اومده که هر یک از این کمیک‌ها میتونه داستان فیلم اونجرز 5 باشه. پس این شما و یکی از کمیک‌های احتمالی این فیلم. یکی از روزایی که میگذره توی خوابگاه دانشگاه، تونی استارک با یکی از دخترها و دافای دانشگاه وارد اتاق میشه. باید بهتون بگم کم اتاقی تونی استارک کسی نیست جز ویکتور دوم. این دوتا با هم دیگه توی دانشگاه دارن درس میخونن و با هم دیگه هم اتاقی هستن و باید بهتون بگم ویکتور دوم از تونی استارک خوشش نمیاد. باید بهتون بگم که این یه سری از داستانه کامیکای وات ایفه. حالا باید بگی که چرا خوشش نمیاد؟ به خاطر اینه که تونی استارک یه پلی بوی و یه دختر بازیه که از پول باباش استفاده میکنه و هیچ چیزی براش مهم نیست و ویکتور دوم با زحمت به اینجا رسیده و فقط دنبال اینه که تحقیقاتشو کامل کنه و درس بخونه و به یه جای بالا برسه. و خب همینجوری که میبینید ویکتور دوم به تونی استارک و اون دختری که بغلشه متلک میندازه و ویکتور دوم طی روزایی که میگذره سعی میکنه که به تونی استارک درس یاد بده و روی تخت مطالب خاصی رو مینویسه، ولی خب تونی استارک اصلا به اون اهمیت نمیده و به اون میگه که تو باید ریلکس کنی، تو باید آروم باشی و به چیزه راحت تر فکر کنی، خیلی داری زندگی سخت میگیری پسر. ولی خب ویکتور دوم میگه که من مثل تو نیستم، من برای اینکه به اینجا برسم و توی این دانشگاه درس بخونم تک تک ثانیهاشو زحمت کشیدم و دلار دادم و خرج کردم، پس من باید وقتمو به درستی صرف کنم، نه مثل تو به دختر بازی. یکی از روزا رو میبینیم که آیرون من روی سرش هدفون خودشو گذاشته و به صورت خیلی رندوم به ویکتور دوم میگه که تو عدد پروتون رو غلط نوشتی، باید اینو درستش کنی. و ویکتور دوم با خودش میگه چی؟ عجیبه، ولی اون واقعا درست میگه، پس اون ذهن خیلی خفنی داره و این چیزی که این گفت با ذهنی آدم معمولی اصلا جور در نمیاد. و اونجاست که یک کم تونی استارک تو ذهن خودش بالاتر برد و اونو دیگه به یه احمق نگه نداشت. یکی از روزا که تونی استارک روی پای یه دختر زیر درخت خوابیده، ویکتور دوم میره بالا سر اون و میگه که تونی یه لحظه وقت داری؟ و تونی میگه که آره حتما. میریم به جایی به نام لاتوریا، جایی که ویکتور دوم تونی استارک رو میبره و ویکتور دوم این قضیه رو برای اون که اینجا لاتوریاس یه انباره رو توضیح میده و تونی استارک میگه خب چیز خیلی خاصی نیست که، یه انباره با پر موش و یه چیز خاصی هم توش نیست، با یه سری از کتابای قدیمی، چه چیز خاصی است که انقدر توجه تو جلب کرد؟ ولی همون لحظه است که ویکتور دوم دری اتاق رو باز میکنه و تونی استارک میگه هولی جیزس، اینجا کجاست دیگه؟ یه مکانی پر از دستگاه‌های عجیب و غریب و دستگاه‌های بزرگ که یه سریاش برای دولته و ویکتور دوم به اون میگه که اینجا پر از دستگاه خفنه و من قصد دارم که یه چیز خیلی خاص بسازم. ولی خب تونی استارک میگه که تو یه ریسک بزرگی کردی، اگه دولت بفهمه پدرتو در میاره. ولی خب ویکتور دوم میگه که اصلا مهم نیستش، من به تو گفتم تا به کسی نگی، پس من به تو اعتماد کردم. ولی اون میگه اعتماد؟ من اصلا از این کاری که میکنی خوشم نمیاد و نمیخوام که بخشی برنامه تو باشم. ولی خب اون قضیه رو ویکتور دوم بهش توضیح میده، میگه که من با ساخت این دستگاه و کار کردن روی این دستگاه و استفاده از اونا میتونم به یه تکنولوژی خیلی خاص برسم، میتونم قدرت تلپاتی بسازم و به مردم هدیهش بدم. وقتی که قدرت تلپاتی بین مردم همه گیر شه، مردم میتونن با فکر کردن به همه چیزا کار خودشون رو انجام بدن و این یه پیشرفت خیلی زیاد به نفع مردمه. این تکنولوژی تلپاتی میتونه برای مردم خیلی سود بیاره. ولی خب تونی استارک میگه که من اصلا کار تو رو خوشم نمیاد و به نظر من کار تو خیلی ریسکی و خطرناکه و نمیخوام جزی از کار تو باشم. تونی استارک میگه که تو از من خوشت نمیومد، ولی حالا میخوای که من با تو کار کنم و به تو کمک کنم که این دستگاه رو بسازی؟ ویکتور دوم بهش میگه که همینجوری خیلی سخت بود که ازت درخواست کمک کنم، نذار التماست کنم چون این دیگه برام خیلی سخته. و تونی استارک میگه که باشه، من آدمی نیستم که کسی بهم التماس کنه، پس کمکت میکنم. حالا میبینیم که تونی استارک با ویکتور دوم هم قدم شده و دارن رو اون دستگاه کار میکنن تا یه تکنولوژی جدید، تکنولوژی تلپاتی رو بسازن و تونی استارک واقعا داره زحمت میکشه و صد خودشو گذاشته و میخواد که اون دستگاه کامل بشه. همینجور که میگذره و تونی استارک قدمای آخرش رو میگذرونه، دو تا ابر ذهن به نام ویکتور دوم و تونی استارک که دارن روی دستگاه کار میکنن و 100% این دستگاه کار میکنه به خاطر نبوغ این دو بشر. لحظه های آخر میرسه و تونی استارک بهش میگه که خب تقریبا دستگاه آماده است، ولی خب میخوام که من اولین نفر و اولین داوطلب باشم
تا بتونم قدرت تلپاتی رو بگیرم و بتونم از این قدرت استفاده کنم. و ویکتور دوم بهش میگه که باشه، تو اولین نفری. و کلاهکار روی سر تونی استارک قرار میگیره. اتفاقایی میفته و انرژی خاصی روی ذهن تونی استارک داره رخ میده. تونی استارک فکر میکنه که واقعا این دستگاه داره کار میکنه. ولی خب جالبی کامیک از اینجا شروع میشه که ویکتور دوم میگه که منو ببخش تونی، من تو رو گول زدم و اصلا قضیه راجب تکنولوژی تلپاتی نیست. من تو رو گول زدم تا بتونم وارد بدن تو بشم و ذهنم روی بدن تو اعمال کنم. توی احمقی که از پول و منابع خودت هیچ استفاده ای نمی کنی و فقط به فکر عیاشی خودت هستی. پس من به ذهن تو میام و در اصل ویکتور دوم یه دستگاه انتقال ذهن ساخته که ذهن ویکتور دوم بیاد روی بدن تونی استارک و ذهن تونی استارک بیاد روی بدن دکتر دوم و یه انفجاری رخ میده و این اتفاق میفته. اون دستگاه منفجر میشه و این اتفاق حالا میفته. حالا ویکتور وون دوم روی بدن تونی استارکه و ذهن تونی استارک روی بدن بیدرد نخور ویکتور وون دوم که بی پول و هیچ چیزی از خودش نداره میاد و جایگزین میشه. همون لحظه است که پلیسا به خاطر قدرت و صدای انفجار حمله میکنن، ولی خب ویکتور وون دوم بدن بیهوش گذشته خودش که حالا روی ذهن تونی استارک رو بغل میکنه و به پلیسا دروغ میگه و میگه که اون میخواست که دستگاه بسازه همه چی رو کنترل کنه، ولی من جلوشو گرفتم. از زبون واچر این کامیک روایت پیدا میکنه. سوال ها تبدیل به جواب ها شده و ادامه مسیر خیلی سخت شده. باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. سال ها میگذره و تونی استارکی که تو بدن ویکتور دوم فقیره که هیچ چیزی هم یادش نیست و نمیدونه که چه اتفاقی افتاده از زندان مرخص میشه و دوره زندانش تمام میشه و میره به یه خونه به درد نخور. از اون طرف ویکتور دوم که توی بدن تونی استارکه یه آدم خیلی پولدار شده و خود تونی استارک شد و همه ثروت و منابعی که میخواست زیر دستشه. حالا اون خیلی شهرت داره و تونی استارک معروف شد و از بالای برجا نیویورک سیتی رو داره میبینه. حالا اون هم منابع و هم پولشو داره و قصد داره که دستگاهایی بسازه که سرنوشت بشریت رو عوض بکنه. باید بهتون بگم که تونی استارک یا همون تونی استارکی که داخل بدن ویکتور دومه هیچ خاطری از گذشته نداره و نمیدونه که چرا اینجور شده. اون روز به روز ضعیف‌تر میشه و افسرده‌تر و مایوس‌تر. اون دیگه نمیدونه که باید چی کار بکنه و واقعا توی این زندگی سردرگمه و حتی از زندان رفتنش که باز هم میگذره هیچ کاری نمیتونه بکنه. خیلی فقیره و به زندگی فقیرانش ادامه میده. از اون طرف هاوارد استارک پدر تونی استارک به اون میگه که تو اصلا نمیخوای راه منو بری جلو، تو داری کار عجیبی میکنی و قصدهای عجیب و غریبی داری و من نمیتونم با تو کنار بیام. پس ویکتور دومی که تو بدن استارکه حالا با پدر تونی استارک نمیتونه کنار بیاد و بعد از چند مدتی هاوارد استارک ترور میشه و تموم ثروت خانواده استارک به ویکتور دوم توی بدن تونی میرسه. حالا اون تموم منابع و اون شهرت لازم رو داره. باید بهتون بگم که جرقه‌ای توی اینجای کامیک رخ میده و تونی استارکی که توی بدن ویکتور دومه، یعنی در اصل ویکتور دوم حال حاضر، قصد میکنه که کلی درس بخونه و درسشو ادامه بده و ماها و سالها توی اون اتاق با 4 تا کتاب میخواد که درس بخونه و موفق بشه و از صفر کسی بشه. میبینیم که تونی استارکی که داخل بدن ویکتور دومه یکی از دکترهای خودشو میگیره و داره مسیر موفقیت رو ترقی میکنه و به جلو پیش میره از صفر صفر. ولی خب عجیبی داستان اینجاست که تونی استارک خودمون، یعنی ویکتور دوم، داره گند میزنه به پولا و اجرای یه آدمی شده که دنبال ترور کردن بقیه است و داره با قراردادهایی که میبنده گند میزنه به پولا و شهرت تونی استارک و دیگه همه اونو یه آدم منفور میدونن. از اونجا تونی استارکی که توی بدن ویکتور دومه آزمایشگاه خودشو میسازه و یه جورایی داره صنایع ویکتور دوم رو میسازه. یعنی اینکه خب تونی استارک دیگه تو بدن ویکتور دومه و دیگه کلا با تونی استارک و ویکتور دوم بدونیم و اون فرد موفقه الان در حال حاضر جفتشون هستن. ویکتور دوم یا همون تونی استارک قدیم آزمایشگاه خودشو میسازه و خب تونی استارک خودمون داره گند میزنه به پولا و شرکت استارک دونه بدونه به خاطر کم پول بودن دارن بسته میشن. ویکتور دومی که تو بدن استارک داره گند میزنه به پولا و تونی استارکی که تو بدن ویکتور دومه تونسته حسابی خودشو موفق کنه و دکترهای مختلف خودشو بگیره.
حالا باید بهتون بگم که تونی استارک که توی بدن ویکتور دومه یه دستگاهی ساخته به نام آرک ریاکتور، که این آرک ریاکتور یه انرژی خیلی کم قیمت رو به شرکت رو ابدا میکنه و با استفاده از همین آرک ریاکتور خیلی قراره که پولدار بشه و شرکت انرژی کم کم کنار میرن و تونی استارک داخل بدن ویکتور دوم قراره که به موفقیت بیشتری برسه. به خاطر همین موضوع ویکتور واندوم خودمون که توی بدن استارکه یه جاسوسی رو میفرسته توی شرکت تونی استارک تا ببینه که اون داره چی کار میکنه و قضیه چه قراره رو بیاد و زیرا به اونا رو بزنن. اتفاقا تونی استارک تو بدن ویکتور دوم هم به عنوان اینکه صنایع دوم رقیب اونن یه سری جاسوس رو فرستاده توی اون شرکت و جفتشون برای همدیگه جاسوس فرستادن. با بهتون بگم که ویکتور دوم توی بدن تونی استارک یه لباسی ساخته، یه ذره خیلی قدرتمند به رنگ سبز که شبیه لباس آیرون منه، به خاطر اینکه اون در اصل الان تونی استارکه و یه لباسی ساخته عین لباس آیرون من، یه لباس خیلی قدرتمند برای حمله. برمیگردیم به لاتوریا، جایی که ویکتور دوم یا همون تونی استارک گذشته خودمون، اون هم یه دستگاه ساخته، یه دستگاه با لباس دکتر دوم و داره به دولت و رئیس جمهور و شهردار معرفیش میکنه و میگه که شهردار، این لباس یه لباس خیلی قدرتمند از لحاظ دفاعیه و قوی ترین سیستمای دفاعی رو داره، خیلی میتونه به ارتش کشور ما ارتش آمریکا کمک کنه و سیستم دفاعی واقعا قدرتمندی داره، به سیستم دفاعی کشور ما کمک میکنه. و جاسوسا همون لحظه این اطلاعات رو میبرن به تونی استارک خبیث ما میدن و تونی استارک با لباس خودش میاد بالا سر ویکتور دوم موفق، یعنی تونی استارک گذشته خودمون. حالا دکتر دوم لباس خودش رو میپوشه و با تونی استارک خبیث روبرو میشه. تونی استارک خبیث یعنی ویکتور دوم اصلی خودمون. در اصل ویکتور دوم یا تونی استارک گذشته خودمون فرد روبروی خودش یا لباس آیرون من روبروی خودش رو نمیشناسه، ولی خب تونی استارک میدونه که کاملا قضیه چه قراریه و ذهنها رو چجوری به هم دیگه بر زده و همون لحظه است که با دکمه ای کل صنایع ویکتور دوم و دوم اینداستریز رو نابود میکنه و میگه که دیگه هیچ صنایعی براتون نمونده و دوم اینداستریز محکوم به نابودیه و تو نمیتونی که کاری کنی و صنایع روبروت قدرتمندتره. ولی همون لحظه است که دکتر دوم آدم خوب خودمون میگه که صبر کن، تا نمیتونی اینجوری منو شکست بدی. دکتر دوم یا همون تونی استارک خودمون لباسش کاملا قدرت دفاعی و پدافند دفاعی داره و زیاد نمیتونه حمله کنه، ولی خب داخل لباس خودش یه دستگاه مغناطیسی ساخته که میتونه آهنالات رو کنترل کنه و لباس مختلف رو کنترل کنه. دسته خودش رو میگیره رو به لباس تونی استارک خبیث یا همون دکتر دوم اصلی خودمون و میخواد که به اون یه سری آسیبایی بزنه، یه سری جرقه به لباس تونی استارک میزنه، ولی خب لباس اون فقط برای پدافند دفاعی ساخته شده و همون لحظه است که تونی استارک یه موشک رو میزنه به اون لباس تا قدرت اون رو خلع سلاح کنه. دکتر دوم خودمون یا آیرون من گذشته هیچ کاری نمیتونه بکنه و فقط و فقط روی اشعه های لباس تونی استارک داره دفاع میکنه و از اون کتک میخوره توسط اشعه ها و در نهایت پخش زمین میشه و تونی استارک خبیث خودمون یعنی دکتر دوم اصلی دست بالای نبرد رو داره و به اون میگه که تسلیم شو، دیگه هیچ چیز نمونده و صنایع دومت محکوم به نابودیه. ولی خب دکتر دوم خودمون یا در اصل تونی استارک مظلوم خودمون که این وسط فقط و فقط بازیچه شده، برگ برنده آخرش رو رو میکنه، یه آیتمی که کنترل لباس و ذهنو داره و یکی از اون موشک‌ها رو داخل خود لباس تونی استارک میترکونه و لباس از پشت سوراخ میشه، لباس از پشت سوراخ میشه و یه جوری لباس تونی استارک خبیث یا دکتر دوم اصلی خراب میشه و میگه که تو نمیتونی کاری کنی، من تموم این مدت برگ برنده این بازی رو داشتم. و خب دکتر دوم اصلی خودمون یا تونی استارک به اون یکی فرد میگه که باشه، من بدن تو رو به حالت اصلی برمیگردونم و ذهن تو رو میارم تو بدن اصلی. ولی خب میگه چی؟ راجب چی داری صحبت میکنی؟ و دکتر دوم خبیث خودمون یا آیرون من حال حاضر این قضیه رو به اون توضیح میده که من بدن تو رو دزدیدم و ذهن خودمون رو جابجا کردم و همون لحظه است که دکتر دوم حال حاضر به اون میگه که من دیگه نیازی به اون بدن ندارم،
اصلا نیازی به اون نیست، به خاطر اینه که تو از سونی استارک یه فرد شرور و خبیث ساختی و دیگه به درد نمیخوره و هیچ کی اونو دوست ندارن و حالا صنایع دوم قدرتمنده و من با دولت و ارتش دارم کار میکنم. من ویکتور وان دوم و دکتر دوم برنده این بازیم و تو نمیتونی منو شکست بدی. حالا صنایع دوم برنده این بازیه و من دیگه به اون بدن گذشته نیازی ندارم، به خاطر اینکه من بازی رو بردم. همین جاست که کامیک تموم میشه و باید بهتون بگم این میتونه یکی از داستانه احتمالی اونجرز 5 یعنی اونجرز دومزدی باشه و بدن تونی استارک و دکتر دوم در از جا به جا شه و یه همچین قضیه خبیثانه ای اتفاق بیفته. ولی خب داستانه مختلفی داره و یکی دیگر داستانه که ممکنه قضیه فیلم اونجرز 5 باشه کامیک این فیمس آیرون من هستش که ما اونو هم در آینده براتون میسازیم تا مطلع باشید تا چه کامیکی قرار اقتباس اون فیلم باشه. اونو که از این ویدیو خوشتون اومده باشه تا ویدیوهای دیگه بدرود.